سلام علیکم شب دوستان بخیر قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم یک نکته رو من بعد خدمتون عرض بکنم در شب اول و در شب دوم یک موضوعی مطرح شد مبنی بر خوشونت در ادامه این بحث در واقع یک کامنتی گذاشته شد زیر لینک یوتیوب سعی شد که یه پاسخ مختصری به این کامنت داده بشه ظاهرا قانع کننده نبود دوباره روز بعد صحبت کردیم که خوشونت به چه معنا هستش و چرا هستش و چی هستش قضیه باز قانع نشدند و نشونگر این عدم قانع شدنی بود که صوتی فرستاده شد در یکی از کانال ها و گروه ها و یکی دو تا مطلب توی این صوت مطرح شد که من خدمتتون عرض میکنم یه سری روایتی رو مطرح کردن و خب حالا اسمش گوشنن خشونت مهدوی در ابتدای این روایات روایات خشونت مهدوی این مطرح شد نوشته شد یه سری اطلاعات حدیثی ما در واقع زیر سال رفت که مثلا آقایون خیلی حدیث آشنا نیستن و یه چند نمونه هم از احادیث ذکر شد اول من باید تشکر کنم از این دوست عزیزمون که و مخاطبینمون که با دقت روی مباحث هستن و نظر میدن این واقعا جای تشکر داره سانیان حقیر که به هیچ عنوان ادعای حدیث شناسی نکردم بعید نمیدونم که آقای دکتر خویی هم چنین ادعایی داشته باشن چون مسئله حدیث شناسی یه دنیای بسیار گسترده ای هستش و محدثین بزرگ خون دلها خوردن تا تونستن احادیث رو فقط جمع کنن تا به چه برسد به تبیین کردن و استفاده کردن ازش خیلی تخصص بسیار ویژه و پیچیده هستش حدیث شناسی پس بنابراین ما ادعای نکردیم که خود نکرده حدیثی رو بلد هستیم گفتیم که اگر شاهد مثالی وجود داره گفته بشه سالسن من فکر میکنم که این دوست عزیز به کانتکست حدیث و بحث یه مقداری کم توجهی کردن و یه گفتار نیاز داره که در چه زمانی چه کسی مخاطب چی بوده کی بوده یه مثال خدمتتون عرض بکنم یه نفر میاد پیش پزشک میگه که من فلان مریضی رو دارم پزشکم میگه داروی ایکس رو بخور طبیعتا این از فردا نمیتونه را بیفته بگه آقا هر کی این مریضی داره این دارو رو بخوره چون در اون محیط در اون زمان در اون شهر حتی در حالا طب در واقع سنتی آب و هوا هم تاثیر داره زمستونه یا تابستونه در طب مدرن طبیعتا این که آقا کجا قرار داره چه ژنتیکی داره ببخشید که من دخالت میکنم در حوزه کاری شما ژنتیک چی هستش این دارو قراره چه کاری انجام بده خب نمیتونه راه بیفته بگه خب هر کی این دارو داره این دارو رو بخوره حدیث هم همین هست واقعا باید ببینه برای کی در چه زمانی به چه منظوری گفته شده شاید تقیه باشه شاید واقعی باشه شاید در اون مورد خاص مورد توجه به هر حال اون محیط گفتگو باید مشخص باشه موضوع دیگه که هستش بله ما کاملا موافق هستیم با اینکه محجور موده مهدویت در جامعه این هیچ حرف توش نیست حرف بسیار درستی هم هستش و بسیاری از دفاعیات از مهدویت هم اشتباه بوده جای کار داره بله خیلی جای کار داره کار انجام ندادن خیر بسیار کار انجام دادن ولی موضوع مهدویت اینقدر عظیم هستش که خیلی کار داره هنوز و تبیینش در جامعه جای تقدیر و تشکر داره و واقعا از ایشون تشکر میکنم که اصلا این بحث باز شد باز من ضمن این که تشکر میکنم که نگاه ویژه خودشون رو به مسئله ظهور در واقع ایشون مطرح کردن همینجا اعلام میکنم که با گفته ایشون با بیانات ایشون یه تصمیم خیلی فوری گرفته شده که انشالله بعد روش کار کنیم که بتونیم یه شکل قشنگی از آب در بیاریم و اون این هست که به یک مناسبتی شاید انشالله مناسبت نیمه شبان ما <applause> یه بحث مستقلی رو اصلا داشته باشیم به با عنوان حالا قیامه به سیف این بحث رو مثلا داشته باشیم یا بحث خشونت رو داشته باشیم و یه چند جلسی صحبت کنیم چون واقعا اگر بخوایم امروز به این بحث بپردازیم <applause> روال به این سه شب بحثمون رو ما ممکنه از دست بدیم در اونجا طبعا به شبهات دیگه میرسیم یکی از دوستان شبهه جنگ با طایفه بنی قریزه رو مطرح کردن. بله شاید یک نمونه در واقع حمله فیزیکی مسلمانان قبل از حمله فیزیکی کفار بوده شاید باید بررسیش بکنیم و اون هم خب دلیلش این بوده که خارج شدن از تعهداتشون برای پیشگیری از در واقع گسترش جنگ و اینکه در همون ابتدا کار تموم بشه و خونریزی های بیشتری انجام نشه دستور حمله صادر شد اون هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت احتمالا در همون بحث خشونت و بحث قیام بسیف این رو به عنوان مقدمه ارز کردم برها ما اینجا از آقای دکتر خویی یه قولی گرفتیم و میگیریم که در بحث های آینده چه از ایشون چه از اساتید دیگه استفاده کنیم در بحث قیام به صیف امام زمان علیه السلام خدا همه ما را از یاران امام زمان علیه السلام قرار بده بریم سر بحثمون در دو شب گذشته بحث دین قدرت یا به تعبیر اسلام رحمانی و مسئله جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان الگوی زندگی مطرح کردیم ببینید پیام اسلام از جانب خداوند اومده توسط حضرت ختمی مرتبه سلام الله علیه رسیده به دست مردم مردم این رسالت رو قبول کردن و باید باشه یعنی هر پیامی وقتی بخواد برسه از جایی به جایی یک رسول میخواد یک پیامبر میخواد این پیامبر باید مطمئن باشه مورد اطمینان باشه مورد اطمینان فرستنده باشه که از رسول اینها رو داشتن حالا ما گفتیم که بریم سراغ این بحث که خب الان ما این پیام رو گرفتیم حالا از این به بعد بعد چه کنیم حضرت ختمی مرتبت که رفتند حالا ما باید با این پیام چه کار کنیم آیا ما به اون دو پیامی که در واقع پیامبر فرستادن از از جانب خدا کتاب و سنت کتاب و اهل بیت آیا ما اون قسمت اهل بیت چی میتونیم بذاریم کنار آیا اشکالی داره اصلا ما کتاب خدا رو فقط برداریم استفاده کنیم یه دفترچه راهنماست دیگه یه لپتاپ خریدم یه دفترچه راهنمام دادم اگر من گیر کردم در این کار کاستر سرویسی واسه اسلام وجود داره جایی هست من تلفن کنم بگم که این مشکل رو من دارم این قسمت از کتاب رو نفهمیدم یا لزومی نداره هست منا کتاب الله اون کفایت میکنه بحث این ما در واقع بحث امامت هستش چه روشی رو باید انتخاب بکنیم برای اجرای مصوبات الهی خلاصش این هستش من مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دوگیر خویی عذرخواهی میکنم از این فرصتی که گرفته شده از بحث لازم بود این توضیح داده بشه ما با سوال انشالله بحث رو شروع میکنیم و در خدمتتون هستیم شما هم با بینندگان گفتگو کنید به سوال این هست دکتر به عنوان شروع کار چرا کلام خدا من به تنهایی کفایت از راهنمایی نمی کند خیلی خوش آمدید در خدمتتون هستیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر استالی و همه بینندگان محترم برنامه روز شما و شب همه بینندگان عزیز خیر باشه من اجازه میخوام قبل از پاسخ به سوال به این نکته اشاره کنم که اون پیام صوتی که در حقیقت مربوط به نقد مباحث شب اول مربوط به خشونت بود رو من هم شنیدم نکات قابل تعملی درش بود و بسیار خوبه که در یک فرصت مبسوطی این بحث هم از نظر قالب هم از نظر محتوا باز بشه و به جوانه به مختلفش پرداخته بشه سوالات زیادی در این زمینه هست آیا بالاخره خشونت در هر شرایطی محکومه و وجود این عنوان به تنهایی کافی است برای اینکه ما یک ایدولوژی رو مخدوش بکنیم دوم اینکه این خشونت اگر حتی در چارچوب تقدیر الهی خداوند حکیم عادل رؤوف مقدر شده باشه بازم در حقیقت همچنان محکوم خواهد بود که با مثلا حتی این تشبیهی که به کار برده شد راجع به امام زمان که قرار بیان چند نفر گرسنه رو سیر کنن اما تمام هاش بس خوردن به هم بریزن و مثلا هر چی هست رو هم بشکنن واقعا بحث این که اصالت کدومه یعنی و حالا صرف نظر از اینکه از این, این تشبیه چقدر درسته و یه بحث مهمی که لازمه که بهش اشاره کنم چون اون دوست عزیز و برادر فرهیخته فرموده بودن که اصلا موجودیت ظهور امام عصر علیه السلام و قیام ایشون انتقامه و این انتقام رو ارتباط داده بودن به موضوع خونریزی و عرض میکنم که شمشیر زدن و کشتن و این چیزا میخوام عرض بکنم که نفس ظهور امام عصر علیه السلام فی حد ذاته انتقام از بنی امیه و فکر اموی است برای اینکه روی روی امام حسین و بنی و یزید رویاروی روی دو شخص نبود رویاروی روی دو فرهنگ بود رویاروی روی دو ایدولوژی بود و نصرت امام حسین به معنای نصرت ایدولوژی حسینی است فرهنگ حسینی است اخلاق حسینی است و انتقام از قاتلان امام حسین به معنای سرکوب کردن اون فکر باطله به معنای محو کردن و از بین بردن اون فکر باطله این الزاما به معنای اینکه کسایی رو باید بگیریم و از دم تیغ بگذرونیم نیست اون سوالی هم که من پرسیدم که بگن این روایت ها رو نه اینکه این روایت ها رو ندیده بودم واقعا میخواستم ببینم که ایشون در حقیقت به کدام یک از رفرانس ها تکیه میکنن و مثلا وقتی بخش اعظم این تقریبا همه آنچه که آوردند از کتاب غیبت نعمانی بود تازه اول خطیم که آیا غیبت نعمانی یکی از متون حدیثی معتبر قابل تکیه برای فهم ایدولوژی ما و ساختارهای اعتقادی ما میتونه باشه یا نه؟ بحث درایت الحدیث که اونجا حضرت علی بهش اشاره کردین که خودش پیچیدگی های فراوونی داره یعنی کسانی که مرحوم نعمانی از اونها نقل حدیث کرده برخیشون زیدی مذهب هستن و زیدی ها اصولا امام رو با از الزامات امام قیابه به سیف میدونن و خود به خود این نگاه که حرکت امام باید یک حرکت مسلحانه باشه یکی از مبانی فکر زیدیه و این خود با خود یه جوری ممکنه در تولید این روایات یا در نقل این روایات تاثیر داشته باشه بحث بسیار خوبیه و امیدواریم که فرصتی دست بده که این بحث از میکنم باز بشه و به همه جوانبش پرداخته بشه و از قضا این روایاتی که بهش استناد شد رواتش کتابش در حقیقت اون خود مستند اعتبار کتابها اینا باید بررسی بشه که حالا صرف نظر از اینکه اصولا دین رو خدا تعریف میکنه یا ما یعنی دین قرار اون چیزی باشه که خدای حکیم برای بشر تعیین کرد یا اون چیزی که به مزاج انسانهایی در یک, در یک مقطعی از زمان سازگاره و به مزاج یک انسانهایی در یک مقطع دیگری از زمان یا در جای دیگری از مکان سازگار نیست اینم خودش به هر حال بحثیه میخوام بگم که در کانتکست برون دینی میشه همه چی گفت همه چی پرسید میشه اصلا خود خدا هم نعف کرد به اعتبار اینکه خشونت ورزی میکنه اما در حوزه درون دینی بالاخره نباید فراموش کنیم مفهوم تعبد رو مفهوم تسلیم رو مفهوم اطاعت رو مفهوم اینکه شارع مقدس خداست مفهوم اینکه خداوند وقتی ظلم نمیکنه قطعا حجت او و ولی او هم ظلم نمیکنه چه خشونتی در حرکت او باشه چه خشونتی در حرکت او نباشه بالاخره امام زمان علیه سلام یا به اراده خودشون قرار زور کنن یا در به فرمان خدا و در اجرای فرمان خدا اگر ولی خداست قطعا ظلمی به کسی نخواهد کرد قطعا حقی از کسی زیر پا نخواهد گذاشت اگر نه این چارچوبهای کلی رو قبول نداریم که دیگه بحث دیگری است <applause> بسیار پس ما از همین جا از شما قول رو انشالله میگیریم واسه <applause> بررسی این موضوع در جلسات آینده برگردیم به بحثمون اگه موافق باشید و اینکه چرا کلام خداوند به تنهایی کفایت از راهنمایی نمی کنه من اگه اجازه بدین سوال هر رو با یک پیش زمینه پاسخ بدم که اصولا کارکرد امامت در اسلام چیه که یکی از کارکردهاش همین در حقیقت فهم یا فهماندن کتاب خدا و پیامهای الهی است چنان که در زیارت آل یاسین در سلامهایی که به ما مسیح سلام السلام میکنیم یکی از سلام این است سلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و ترجمه کنندهش یعنی اینکه تبیین کنندش یعنی اینکه فهمانندش به امت اما آنچه که به عنوان مقدمه بحث باید ارز کنه آقای دکتر صفا اینه که خدا انسان رو برای هدف معین و مشخصی آفریده و ما خلقت الجن و الانسا برای این انسانی که خداوند آفریده روش زندگی روش حرکت سبک زندگی معینی رو تعریف کرده که بهش بگن دین دین دستور عمل حیات خداپسندانه انسان در این دنیاست که او رو به رزوان و عرض میکنم محبت الهی میرسونه واسطه انتقال این دین از سوی خدا به بندگان پیامبران الهی بودند و ابزار این انتقال کتاب های آسمانی بوده است آنچه که در طول تاریخ بشر رخ داده اینه که خداوند پیامبری رو مبعوث کرده این پیامبر مردم رو به سرات مستقیم فرا خوانده اونها رو به راه درست هدایت کرده اما به تدریج بعد از اون پیامبر مسیر اون امت به انحراف رفته و اون دین گرفتار تحریف شده و برای تصحیح مسیر تخریب شده یا تحریف شده، خداوند پیانبر دیگری رو مبعوث کرده بگنه 124 هزار پیغمبر، پیامشون یکی بوده فلسفه اینکه پیامبری در پس پیامبری مبعوث شده، تصحیح مسیر است و به تعبیر امیر در خطبه اول نهج البلاغه، بازگرداندن مردم از عبادت غیر خدا به عبادت الله تقدیر الهی اما این بود که اسلام خاتم ادیان باشه و پیامبر اسلام خاتم انبیا و دفتر وحی الهی با مبعوث شدن پیامبر اسلام و تکمیل آنچه که باید بر او از سوی خدا عرضه میشد و به مردم منتقل میشد بسته شد یه سوال منطقی اینجا مطرحه آیا اون خطری که متوجه ادیان پیشین بود خطر تهدید و تحریف و تخریب متوجه اسلام هم بود یا نه پر واضحه که قطعا بوده و بلکه این تهدید و این خطر برای اسلام بیشتر از همه بود برای اینکه اگر این دین خاتمی که قرار بود که تا آخرین روز حیات بشر بندگان خدا رو به سرات و مستقیم هدایت کنه تحریف پذیر میشد کار شیطانی که قسم خورده بود به عزت خداوند همه مردم رو اقوا کند آسون می شود. اصلا اون سرچشمه رو آلوده میکرد. دیگه لازم نبود تمام این مسیر روش کار بشه. برای این جنبندی عرض منه. برای سیانت این خاتم ادیان که یکی از شرایط قطعی خاتمیت اسلام سلامتشه و تحریف نپذیریشه. اگر این اسلام هزار سال بعد از بعثت ده هزار سال صد هزار سال بعد از بعثت دچار تحریف و انحراف میشد باز هم به بقتضای لطف الهی باید خدا پیغمبر جدیدی میفرستاد که این مسیر تحریف شده رو تصحیح کنه از لوازم قطعی خاتمیت اسلام اینه که این دین سلامت و اصالتش خودش رو در گذر زمان حفظ کنه یعنی هزار سال بعد از بعثت یه ارز میکنم انسانی مثل آقای دکتر صفا دسترسی به دین اصیل صحیح سالمی که خدا بر پیغمبرش در زمان به فرستاد داشته باشه مکانیسم خاصی که خداوند در این دین نهاد تا این مسئولیت رو بر دوش گیرد که از سلامت و اصالت دین سیاست, سیاست، سیانت کنه اسمش امامت و کسی که این مسئولیت به عهدهش گذشته شده اسمش امامه نه اینکه امام یک مفهومی است امام و امامت که در اسلام معنی پیدا کرده نه خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو هم بعد از مقام نبوت و خلت به مقام امامت میرسونه انی جاعلک للناس اماما در سوره انبیا از انبیای نام برده شده که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا اینا را امامانی قرار دادیم که مردم رو را به راه ما هدایت میکنن و اوحینا الیهم فعل الخيرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانولنا لنا عابدین اصلا بحث جعل امامت با هست آدم ای بسا شروع شده باشه که حالا اگر فرصت شد بعد راجع صحبت میکنم منتها نقش نقش محوری و مرکزی و جایگاه و مفهومی که امام و امامت و اون دو تا مفهوم گره خورده به امام و امامت یعنی ولی و بلایت در اسلام داره یه نقش منحصر به فرد و بی سابق است یعنی برای حفظ سلامت دین و باز این رو هم ارز کنم این به این معنا نیست که همه مأموریت و مسئولیت الهی امام همین است و بست نه این یکی از مهمترین مسئولیت ها و معمولیت های اهم است که دین رو حفظ کنن از لوازم حفظ دین یکیش تبین صحیح و اصیل کتاب خداست یکی از لوازم چون عمده ترین در حقیقت مرجع دینداری و دینورزی مسلمانان کتاب الله است یعنی مصدر اصلی تشریع مصدر اصلی عقیده قرآن است اما این قرآن خودش میگوید که آیات محکمی دارد و آیات متشابه و مفهوم حقیقی آیات متشابهش رو جز خدا و راسخون فی العلم نمیداند این قرآن قرآنی است که به تعبیر امیرالمؤمنین حمال دو وجوه وجوه مختلفی رو آیاتش حمل میکنه یعنی میشه ازش از آیات الهی برداشت درست و نادرست کرد ولذا باید یک مرجعی باشد همتای قرآن همپای قرآن که قر... حقیقت قرآن رو به تمام و کمال درد کرده باشه و این مرجعیت اون مفهوم حقیقی و منظور م... مفهوم حقیقی و ربانی آیات الهی رو به تعبیر اون زیارت آلیاسین ترجمه کنه بیان کنه به مردم بفهمونه به وگرنه همین قرآنی که ما اصلا خود قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما فرو میفرستیم از قرآن آنچه که مایه شفا و رحمت است ولا یزید الظالمین الا خساره و ظالمان را جز خسارت نیفزاید خب شاخص این که الان من با چه روی کردی به, بسو به به سوی قرآن برم که در زمره هدایت شدگان و شفا گرفتگان باشم یا خدای نکرده جزو ارز میکنم خسارت دیدگان باشن شاخصش کجاست بالاخره همین قرآنی که مایه هدایت است در جنگ سفین بر نیزه رفت و به سینه علی بن ابی طالب داده شد و گروهی جاهل هم ظاهر قرآن رو دیدن اما حقیقت وجود قرآن رو در, عقی... در علی بن ابی طالب ندیدن ولی اصلا سردوشت جنگ عوض شد که آمدن گفته ما دیگه با قرآن حاضر نیستیم به سوء استفاده هایی که در طول تاریخ از مفاهیم قرآن شده است از جمله توجیهاتی که از قرآن بیرون کشیده شده برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت حاکمان ظالم عموی و عباسی و بعد از اونم عثمانی ها و دیگران یعنی تو مشروعیت بخشیدن به حاکمیتی که تمام تار و پودش ظلم و جور بود اما عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم از اول الامر منکم ملک خالد اومد بیرون از اول الامر منکم این پادشاه های فاسد سعودی اومدن بیرون یعنی تا اینجا قرآن حمالند دو وجوهه که حتی وهابی های سعودی میتونن برای تثبیت قدرت حاکمیت ازش سو استفاده بکنن ولذا این قرآن قطعا برای فهم صحیح و دقیق و عمیق و وحیانی و ربانی نیاز به مبین داره نیاز به مفسر داره نیاز به مترجم داره اولین مبینش خود پیغمبر خدا بود وظیفه پیغمبر فقط دریافت و ابلاغ وحی نبود وظیفه پیغمبر خدا تبیین آیات الهی و توضیح مقصود خداوند از, از کلام خودش بود لتبین لهم ما نزل علیهم شما باید تبیین کنی پیغمبر آنچه را که بر مردم فرو فرستاده شده است شاید یکی از مفاهیم این حدیث معروف سقلین که در متون سنی و شیعی به تواتر نقل شده که انی تارکن فیکم و سغل این کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تدلو بعدی ابدا همینه که نه اطرت رو میشه بی قرآن فهمید و نه قرآن رو بی اطرت میشه فهمید و منظورمون از اطرت همون امامه و خیلی هم به نظرم نیازی به ورود به مباحث استدلالی در این زمینه برای اثبات این مدعا نیست کافیه به واقعیت های جهان اسلام بنگریم گروهی به قرآن متمسک شدند مفهوم امام و امامت رو رها کردند اهل بیت رو رها کردند و گروهی به اهل بیت متمسک شدند و قرآن رو فراموش کردند و در نتیجه هیچ یک به اون نقطه ای که خداوند از ایمان و مسلمانی و داده بود نرسیدند خداوند به روشنی در قرآن وعده کرده است که و انتبال اعلان ان کنتم مؤمنین قرار شما بالادستترین باشین آقا ترین باشین عزیز ترین باشین هستی واقعا امروز ارز میکنم که نزدیک یک و میلیارد مسلمون در جهان یک دهم ده یک صدم اعتباری که مثلا یهودیا در جهان که شاید تعدادشون اصلا با چه میدونم یک پنجاهم مسلمان هم قابل مقایسه نباشه واقعا این اعتبار این احترام احترام خون مسلمانانی که در یمن ریخته هر روز ریخته میشه در عرض بکنم عراق در افغانستان در پاکستان در سوریه در نیجریه پس یه جایی کار خرابه بگرده ان الله لا یخلف المیعاد خداوند خلف وعده نمیکنه خداوند حق است و صدق است و وعده ای که داده که ما باید در نقطه ارز میکنم نمره 20 جوامع بشری باشیم چرا نیستیم من آقای دکتر صفا بارمزونی مشرف شده بودم عمره در مسجد, در مسجد الحرام یا در مسجد النبی تقریبا در همه 24 ساعت گاهی اگر میخواستی یه جایی پیدا بکنی که بنشینی و قرآن بخونی باید یک ساعت سب میکرد تمام سه طبقه مسجد الحرام جمعیت نشسته بودن قرآن میخوندن اما چطوریه که این قرآن اون کار کرد اون تاثیر خودش رو و اون نتیجه خودش رو در این خوندنهای بی تدبر و بی تعقل و بی تفکر و بی فهم ارز میکنم که برگرفته از کلام معصوم عملا تغییری در زندگیه خب بالاخره نشستن میخونن که لا تتخذ الیهود و النصار اولیاء لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء لن تردا انکل الیهود و لن حتی تتبع ملتهم اما سرمایه های اونها به غارت میره و کسی از این آیات قرآن برداشت تکلیف نمیکنه کرامت اونها به غارت میره این توهین هایی که آقای ترامپ به عربستان و به عرض میکنم کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد شاید در تاریخ بی سابقه بود که رسما اینا مسل زده شدن به گاو شیرده که فقط باید شیرشون رو دوشید و پولشون رو گرفت خب این ذلت رو که قرآن برای مسلمان نخواسته قطعا اون چیزی که قرآن به ما وعده داده این که عزتی که همش از آن خداست ولله العزت و جمیعا خدا از این عزتش به مؤمن بخشیده است ولله العزت و جمیعا ولله العزت و ولی رسولی ولی و ولذا واقعیتش اینه که اصلا طراحی دین از سوی حضرت پروردگار این است که برای فهم کلامش که کلام هدایت و سعادت و راهنمایی و شفا و بصیرت بخشی انسان است گره خورده به وجود امام معصوم در حقیقت فهم معصوم و صحیح و خالی از خطای از قرآن فقط در اختیار امام معصوم است و این امام معصوم است که میتونه فهم معصوم از کلام خدا داشته باشه و این فهم معصوم رو به بندگان ارائه بکنه من دو تا سوال رو دکتر کلام شما دو تاشو در یکی خلاصه میکنم یکی این که خب فرمودید که امام یک کلمه است از خارج از دین وارد یعنی قبل بوده تو دین ایجاد نشده هم میخوام بدونیم معنی امام چیه معنی لغویش چیه در مکتب الهی معنیش چیه معنی لغویش چی هستش و همین که این کسی که به عنوان امام در کنار کلام قرآن قرار میگیر اصولا چه مشخصاتی باید داشته چه شرایطی باید داشته باشه میشه پیداش کرد یا معرفی میشه یا از شما خدمتون میشه رسید به اون مقامی که مثلا به مقام امامت برسیم این دو تا سوال رو من در ببینید، اولا <coughs> واژه امام معنای لغویش در کانتکس دینی و غیر دینی فرقی نداره. امام یک کلمه عربی است به معنای پیشوا، به معنای رهبر، به معنای پیشتاز. و کسی که پشتش حرکت میکنه اسمش پشتش معموم ما در ادبیات فارسیمون هم کسی که میسته جلو به نماز اسمش امام جماعت اونایی که پشتش نماز بخونن میشن معمون ولذا ارز میکنم که خود کلمه امام فی نفسه در ادبیات دینی ما بار مثبت و منفی نداره یعنی قرآن امامی رو اعمه رو نام میبره که یدعون ال نار پیشوایانی که یا رهبرانی که مردم رو به آتش فرا میخوانند یوم ندعو کل اناسن به امامهم قرآن می روز قیامت ما هر گروهی از مردم رو با امامشون فرا می خوانید. یعنی امام علاوه بر اینکه مسئولیت فردی داره یک مسئولیت جمعی نسبت به همه کسانی که دنبال خودش حرکت داده خواهد داشت اگر این فرجام بهشته اون امام یک پاداش مضاعفی داره اگر فرجام جهنمه اون امام یک کیفر مضاعفی داره اون یدعون النار و از اون طرف امامانی که دعوت به خیر میکنند دعوت به قرآن میکنند دعوت به سراغ و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا که به سرات مستقیم هدایت میکنند ولذا کلمه ای امام امام خیره امام شره امام حقه امام باطله به معنای کسی که گروهی رو جمعی رو رهبری میکند و به دنبال خودش میکشند خب در ادبیات قرآنی توی این کلمه ای امام مفهوم ولایت هم نهفته است و این دو تا کلمه یه جوری به هم تنیدن که از باب اینکه هر گردوی گرده ولی هر گردی گردو نیست هر امامی ولی هست اما ولایت محدود به امام نیست قرآن اولین ولایتی که نام میبره ولایت خداست الله ولی الذین آمنو بعد ولایت رسول خداست انما ولیکم الله و رسول بعد ولایت عمه اطهار علیه اما سوال دومی که مطرح فر بودین و به نظرم سوال بسیار بسیار مهمیه که آیا ما هم میتونیم امام بشیم قرآن قرآن کریم بر این حقیقت تأکید مکرر و مضاعفی داره که انتخاب امام از شعون الهیست از شعون مطلق الهیست و بشر در انتخاب امام کمترین دخالتی ندارد امام با اون تعریفی که گفتم به عنوان ولی الله به عنوان حجت الله به عنوان خلیفت الله فی ارده به عنوان وسیع رسول الله با اون تعبیر وگه نه ارز کردم که امام محدوده تعریف متفاوتی داری امام جماعت هم میتونه امام باشه بعضی وقتا به این مراجع با هم در ادبیات عرب امام گفته میشه چه در یعنی در مراجع چه اهل سنت چه در مراجع شیعه کلمه امام در ادبیات عربی براشون به کار میره اما امام با اون تعریف خاص قرآنی که در حقیقت معمور به هدایت مردم است معمور به حفظ دین خداست حجت خدا در زمین است انتخابش از شؤون مطلق الهی است و جعلناهم اعمتن یدعون به ید ب... یا یهدون به امرنا ما قرارشون دادیم ما انتخابش اصلا جعل امام یک شعن الهی است و مردم در انتخابش هیچ نقشی ندارن همونطور که جعل نبی یک شعن الهی است و مردم در انتخابش هیچ نقشی ندارن یعنی مردم همه عالم هم جمع بشن بگن فلانی پیغمبر باشه انتخاب کاملا باطل بیهوده است الله یعلم و حیط و یجعل و رسالته خدا با اون علم مطلقش با اون حکمت مطلقش او صلاحیت گزینش رسول و گزینش امام رو دارد باز همین تأکید رو در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام داریم انی این انی حصر فعل انی جائلو که لناس اماما من تو رو برای مردم با عنوان امام قرار دادم اما اینکه میخوام بگم فضای انتخاب شدن امام همان است که نبی در انتخاب شدن دارد منهای موضوع ابلاغ, ابلاغ وحی یعنی امام وحی دریافت نمی کند رسالت مستقل ندارد کتاب آسمانی ندارد امام دنباله طبیعی رسول است و نگهدارنده پیام رسول است اما شعن شعن الهی است انتخابش انتخاب الهی است اینکه حالا مردم این امامت رو بپذیرن با عنوان حاکمیت یا نه اونجا اون وقت اراده مردم درش ممکنه نقش داشته باشه که ممکنه که نه حتما نقش داره امیر المومنین علیه السلام در خطبه سوم خطبه سوم نهج البلاغه میفرماید اگر نبود که مردم آمدن و از من خواستن و انقدر فشار جمعیت زیاد بود که حسن و حسین هم داشتن زیر دست و پال می شدن و حجت بر من تمام شد من حکومت رو نمی پذیرفت. یعنی در این که این امام منصوب من عند الله حالا حاکمیت عرفی امت رو هم باعت بگیریانه اونجا دخالت مردم و پذیرش مردم از اهمیت اما این که همه مردم امامی رو به رسمیت نشناسن اون مشروعیت امام سر سوزنی تغییر نمیکنه. یا همه مردم بشناسن یعنی مبنای مشروعیت بخشی به امامت امام خداست و اراده پروردگار و مردم درش نقشی ندارند خب نکته به این مهمی که امام در واقع دنباله رسالت هستش چرا خدا در قرآن مستقیم اعلام نکردن اسامی امام ها رو و اسامی معصومی رو این هم سوال مهمیه هم در حقیقت یه بحث مبسوطی میطلبد که شاید واقعا تو این ظرف این زمان کوتاه پاسخ دادنش ببینین پیغمبر خدا خاتم الانبیاست اشرف الخلائقه سید الرسله اسمش به عنوان اسم اسم محمد صلی الله علیه و آله علی وسلم در قرآن چهار بار بیشتر نیامد اما مثلا اسم حضرت مریم اسم حضرت موسی شاید مثلا اسم حضرت مریم هشت بار بیشتر از این هش بار بیشتر از پیغمبر حدود هشت بار بیشتر از اسم پیغمبر اسلام اومده فراموش نکنیم که یکی از مقدرات اصلی الهی در حیات بشر ابتلا و امتحان است افحسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا و هم لا یفتنون آیا مردم گمان بردن که ادعای ایمان داشته باشند و ما اونها رو نیازماییم و خدمتون ارز کنم آقای دکتر صفا که اصلی ترین و دشوارترین عرصه امتحان الهی در درس ایمان ایمان به ولی الله است در قرآن هفت محور برای ایمان ذکر شده که این هفت محور کاملا به هم پیوستن و در حقیقت ایمان رو صفر یا هفت میکنه یعنی اینکه اگر این حرف هفت تا نباشه شش باشه این شش تا با صفره ایمان به خدا ایمان به رسولان الهی پیامبران آسمانی ایمان به کتاب آسمانی ایمان به قیامت ایمان به فرشتگان ایمان به اولیای الهی ایمان به قضا و قدر این هفت محور اصلی ایمانه راحتترین امتحان تو این ایمان ایمان به خداست برای اینکه اصلا انسان ذاتا و فطرتن خدا طلب و خدا جو و خدا پرست. اگر اینجوری نبود معلومه که یه خللی در فطرتش هست ولی شما نگاه کنین ادبیات قرآن ادبیات اثبات وجود خدا نیست نه دنبال براهین فلسفی نه دنبال عرض میکنم راهکارهای عرفانی و بحثای پیچیده کلان اف الله شک کن فاطر سماوات و الارد مگر اصلا در وجود خدای آفریننده زمانی آسمون شکیست. و آسمون شکی است و دشوارترین امتحان امتحان در ایمان به ولی الله هست ایمان به امام است ابلیس یا اون چیزی که امروز بهش میگیم شیطان نمره ایمان به خداش 20 بود امیر المومنین علیه السلام در خطبه قاسعه میفرمد ابلیس 6 هزار سال خدا را عبادت کرده بود سالهایی که معلوم نیست از جنس سالهای زمینی یا از جنس سالهای آسمون قرآن میگه هر سال آسمونی پنجا هزار سال ما زمینی است. 50000 سال رو ضرب در هزار سال بکنین چه عددی به دست بیاد 300 میلیون سال 300 میلیون سال دیگه هم حاضر بود به پرسته پس با ایمان به خدا مشکلی نداشت ایمان به قیامتش هم خوب بود چون بعد به خدا گفت و اندرنی الایوم یبعثون منو تا روز قیامت نگه. کجا پاش لغزید و رفوزه شد در ایمان به امام در ایمان به خلیفت الله در ایمان به ولی الله و وقتی اونجا رد شد اون نمره های قبولی دیگرش هم جای دیگه سودی براش نداشت اون ملک مقرب تبدیل به شیطان رجیم شد آیا پیغمبری که چهار بار اسمش به تصریح در قرآن آمده است این ذکر اسم باعث شد که کفار دست از دشمنی با ایشون بکشند در نبوت ایشون تردید نکنند ایشون رو ساحر و شاعر و مجنون نکنند دیگه قرآن که خیلی تصریح به روشنی نه تنها آدرس بعد از بعثت داد قرآن حتی آدرس قبل از بعثت هم داد از زبان هسته ایسای مسیح علیه السلام و مبشرن و رسولن من بعد اسم او احمد چیزی عوض شد اون موج انکار پیغمبر و انکار رسالت پیغمبر تخفیف پیدا کرد حالا اگر اسم مثلا امام حسن مشتبه هم با تصریح پنجاه بار تو این قرآن می اومد به نظرتون این سیر حوادث تاریخی نشون, نشون میده که راهکار جریان کفر و نفاق ستیزنده با اسلام به سمت و سوی تحریف قرآن و حذف قرآن میرفت یا به سمت و سوی ایمان به, مج... به امام حسن مصطفی علیه السلام به کدوم سو حرکت میکرد؟ بهترین سعی میکردن که موضوع رو تغییر ببینید <applause> سنت نبوی و کلام پیغمبر پر بود از ذکر اسمای اهل بیت توصیف مشخصات امه اطهار نتیجه چی شد پیغمبر خدا هنوز از دنیا نرفته بود کنار بستر او کسی گفت حسبنا کتاب الله یعنی کل سنت نبوی رو کنار گذاشت چرا چون یکی از منابع و مراجع اصلی معرفی اهل بیت بود بعدم اگر قرار شد که این سوال رو باز از منظر قرآنی جواب بدیم همین قرآن فرموده است ما اتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم فنتهو پس خود قرآن محدوده معارف دینی ما رو محصور به خودش نکرده فرموده است یه چیزای خارج از قرآن هم است که ما گفتیم به پیغمبر بهتون بگه درسته یا نه؟ قاعدتاً این چیزی که آیه برش دلالت داره یه چیزی فراتر از قرآنه وگرنه سخن قرآن سخن خداست و این که همه این قرآن رو باید ببینی بپذیرین و تسلیم بشین و اطاعت کنین و آیات قرآن زیاد گفته. اما این که هر چیزی خود پیغمبر بتون میگه بشنوید و تأکید بر این که و ما ینتقا عن الهوا من اطاع الرسول فقط اطاع الله هر کس که رسول رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده است اگر قرار بود که محدوده اطاعت محدود به قرآن باشه اطیع الله کامل بود چون قرآن هم که کلاب الله است و مبنای اطاعت از الله اطاعت از کتابشه اما اطیع الرسول یعنی چی؟ و توی این عطی الرسول با تمام تحریف ها و تخریبها و حذف هایی که در کلام نبوی شد بازم کتاب های صحاح منابع حدیثی اهل سنت پر است از ذکر فضائل آنان که ما به عنوان ائمه میشناسیم به عنوان ائمه معصوم غیر از اینکه شما میفرمایید در قرآن من سوال میکنم خداوند در قرآن به ما فرموده است که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر من ترجمهش این میشه خدا را اطاعت کنید پیغمبرش رو اطاعت کنید و اول امر خودتون رو اطاعت کنید سوال سوال محدوده قرآنی چون این روزا یه جوری مد شده که هرچی میگی فقط از قرآن بگو باش این اول الامر کیا هستن که من به عنوان مسلمان موظف و مکلف به اطاعت از اونها هستم اولین لازمه تعیین و تعریف این اول امر اسمته برای اینکه اگر این اول الامر معصوم نباشن خداوند به من میگه از این ور بر برو این آقای اول الامر به من میگه از اون ور بر برو و این آیه به من دستور داده که باید از هر دوتا اطاعت کنی و این خلاف منطق و حکمت خلاف عقل لازمه تحقق این آیه همسویی کامل اول الامر با الله و رسوله هست یعنی اول الامر در فرمانشون که من باید از اون فرمان اطاعت کنم کمترین انحرافی از فرمان خدا و رسول نداشته باشن وی همون چیزی که ما بهش میگیم اسمت و هیچ کس در هیچ مذهبی مدعی اسمت پیشوایان خود نیست بجز پیروان مکتب اهل بیت که قائل به اسمت عمه اطهار علیه مسلم و یکی از مبانی امامت باید همین اسمت باشه انما ولیکم الله و رسوله الذين امنوا ولذي انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه در ادبیات عرب میگن ای بسا تلمیحی که از صدها تصریح روشنتر باشه یعنی اشاره ای که از اینکه مثلا بگی علی فردا میگن نه اون یکی علی بود این یکی نبود ولی یه آدرسی داده قرآن که خاص خاص یک فرد و هیچ جورم قابل تعویل نیست الذین یقیمون الصلاه و یاتون الزکات و هم راکعون ولذا حتی در چارچوب معارف قرآن این حقیقت کاملا روشن و بیان است که ما مأمور به اطاعت و پیروی از اول الامری هستیم که اطاعت اونها مکمل اطاعت خدا و رسول است و خیلی روشن و واضح کسانی جز آنان که اصلا این ای که ما به عنوان آیه تطهیر میشناسیم انما یرید الله لیوت و انکو اهل البیت و یطهرکم تطهیرا صحبت والا یه خانواده رو خدا خواسته تطهیر کنه به من چه فایدهش بر من چیه اینا رو همه رو مثل قطعات پازل باید کنار هم گذاشت مثلا ذکر آیه مباهله که خداوند شهادت به صدق حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین و حسن این میده فلسفه موضوعیش چیه اصلا؟ که فقل تعال و ابنا و ابنا و نسا و نسا, و, نسا و انفس و انفس اکن. تا بلا فصل بعد از پیغمبر کسی پیدا نشه از حضرت زهرا شاهد بخواد برای صحت ادعای مالکیت و کسی که خدا گواه صدق اوست اونم نه یک جا چند جا فنج اللعنت الله علی الکاذبین چه جای شهادت طلب شهید شهادت در خدمت شما خب بحث رو رسوندید به حضرت زهرا سلام الله علیها ایامم ایام فاطمیه هست خوب شد حالا یه مطلب اینجا مطرح میشه واسطه رسالت و امامت واسطه رسالت و امامت در واقع یه خانم قرار گرفتن این نکته خیلی زیبایی است به نظر من در اسلام چرا چه 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 تبیینی واسه این شما دارید چه دیدگاهی برای این دارید چرا حضرت زهرا سلام الله علیها چرا از شما خدمتون که مستقیم مثلا اصلا چرا از نوادگان حضرت رسول شاید مثلا یکی دیگر رو خدا انتخاب میکرد این چیزی توش پیدا میتونیم بکنیم که چرا یه همچین حالتی ببینید اول دوچه من به این نکته اشاره کنم که حضرت زهرا سلام الله علیه ها یک موضوعیت و یک عنوان مستقل دارند قطعا اینکه که فاطمه زهرا دختره حضرت ختمی مرتبته برای او مایه شرف و افتخاره اینکه همسر علی ابن ابی طالبه برای او مایه شرف و افتخاره اما فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر دختر رسول الله نبود هم باز فاطمه بود اگر همسر امیرالمؤمنین هم نبود باز فاطمه بود اگر ام الحسن این هم نبود باز فاطمه بود فلزا فاطمه به, به مقتضای انتصاب به رسول الله فاطمه نیست فاطمه یک عنوان مستقل مرکزی محوری اصیل در تثبیت و قوام و ماندگاری اسلام این نکته بسیار مهمی است چون ما غالبا تو ذهنمون فاطمه رو به اعتبار اینکه دختر پیغمبر است تعریف کردیم به اعتبار اینکه همسر علی است تعریف کردیم اما اگر از من بپرسند که اسلام به عنوان یک دین در مقایسه با دیگر ادیان الهی مخصوصا ادیان پیامبران اول العزم چه امتیازی داره قطعا اگر بخوام سه چهار تا امتیاز نام ببرم یکیش جایگاه ممتاز والایی که خداوند در این دین برای زن تعریف کرده است این یکی از امتیازات اسلامه و متاسفانه چون ما با این معارف آشنا نیستیم این دین مظلوم در معرض تهاجم قرار میگیره که مثلا اسلام دین ضد زن چون سهم ارث زن رو نصف مرد قرار داده چون دیه زن رو نصف مرد قرار داده اما حقیقت درست برعکسه نقطه قوت اسلام نگاه متعالیش به زنه اسلام زن رو بزرگ میبینه و از این رو به او ها و مسئولیت های بزرگی سپرده است. از جمله این که در تاریخ اسلام در در حقیقت صدر اسلام 50 سال 60 سال شت سال اسلام سه زن نقش آفرینی میکنن که هر یک از اینها اگر نبود اسلام پا نمی‌گرفت. خدیجه، فاطمه و زینب. سلام الله علیه. هر کدوم از اینا اگر نبود اسلامی قوام نمی گرفت پیغمبر خدا فرمود اسلام بر دو پای استوار شد شمشیر علی و سرمایه خدیجه سرمایه خدیجه همون نقشی رو در پا گرفتن اسلام ایفا کرد که شمشیر زدن امیر در بدر و احد و خندق و خیبر اگر انشالله در آینده امیرالمومنین محکوم نشه به اینکه خشونتورزی کرده و چرا در بدر مثلا شمشیر زده و دوم فاطمه زهرا سلام الله علیها در برابر توطئه تخریب و تحریف اسلام در سقیفه ایستاد داستان صقیفه این نبود که جماعتی جمع بشن و تصمیم بگیرن که به جای علی ابن ابی طالب ابوبکر خلیفه مسلمین شود داستان سقیفه رونمایی از یک ورژن جعلی بدلی تقلبی اسلام بود و قرار بود که این اسلام که حالا اگر بخوایم بفهمیم این ورژن خصوصیاتش چیه میشه امروز به اسلام داعش و اسلام طالبان و اسلام القاعده اینا یه نظری بیافکنیم قرار بود اون اسلام جایگزین اسلام اصیل نبوی قدیری بشه و مردم به قوه قهریه وادار بشن که اون اسلام رو کنار بگذارن و این اسلام رو بپذیرن اسلامی که ظاهرش دین بود و باطنش همون ارزش های جاهلی بود و قرآن به صراحت از وقوع یک کودتای ارتجاعی بعد از رهلت پیغمبر سخن گفته که عینا همین کودتای سقیف است و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبت انقلبتم على عقابكم انقلبتم على عقابكم ترجمه دقیق فارسیش میشه کودت های و چنین میشد اگر فاطمه نبود یعنی ما سلامت دین خودمون رو مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها و مفهوم کانسپت امامت هستیم همطور که از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه میفرماید خداوند قرار داد امامتنا نظاما للمله امامت ما رو اون نخ تصبیحی قرار داد که تمام اون در حقیقت های اعتقادی رو کنار هم قرار میده. ولی جا من اعتقاد دارم که دین یه ورودی داره یه خروجی داره. ورودی دین عقاید است با محوریت امامت. و منظورم از این سخن نیست، از این سخن این نیست که امامت اهمیتش بیشتر از توحید نه. منظورم اینه که اون چیزی که از توحید صحیح و سالم و درست سیانت میکنه امامت اون چیزی که عقیده نبوت رو حفظ میکنه و سلامت دگه میداره امامت ورودی دین عقاید است با محوریت امامت و خروجی دین اخلاق است با محوریت عدالت و این دوتا دوتا از اصول دین در مذهب شیعه اصناعشری هستند عدل و امامت و اون چیزی که این مذهب رو متمایز میکنه شاید دقیقا همین دو تا عنوان باشه خب سوامینشون هم زینب و کبرا سلام الله علیها که پیام خون حسین رو در تاریخ حفظ کرد و راست گفت اونی که گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود چون خون بی پیام در تاریخ محو میشه هدر میشه ولذا اگر میخوایم از بزرگی زن تعریف کنیم بزرگی زن رو تو وجه فیزیکی و مادیش نباید دید در عظمت اندیشه و سلوک و اقدام متعالیش باید دید فاطمه زهرا سلام الله علیها حلقه وصل نبوت و امامت میخوام بگم چون در ایام شهادت ایشون هستیم دقیقا به همین دلیلم ایشون نقطه انتقام جویی جریان نفاق مدنی بعد از رحلت پیغمبر قرار گرفت چون با زدن فاطمه هم پیغمبر خدا زده می شد هم علی ابن عبی طالب زده می شد چون فصل مشترک دو هدف اصلی بغض جریان نفاق مدنی یکی رسول الله بود یکی علی ابن عبی طالب که فصل مشترکشون فاطمه زهرا سلام الله علیه بود بسیار عالی خیلی لطف کردید خیلی بحث خوبی بود به جای خوبی خط شد دل آدم می لرزه وقتی اسم حضرت زینب میاد و این جایگاهی شما فرمودید جایگاه بانوان در اسلام خب واقعا ویژه هستش و خب چندین بانوی خیلی شاخص داریم که نه تنها در جهان شیعه که در کل جهان و شما در هیچ دینی آید تو صفا اینطوری نقش زن رو بله؟ در مسیحیت هست مریم سلام الله علیها که پیغمبر ما ایشون رو یکی از چهار زن بهشتی معرفی میکنه زن پاک دامن بسیار والایی است اما نقشی در قوام مسیحیت نداشت نقشی در تثبیت و تبلیغ مسیحیت نداشت بله. اما این سه زن در قوام اسلام در تثبیت اسلام در تبیین و تبلیغ اسلام نقش مرکزی محوری داشتند خدا خیرتون بده خیلی ممنون بینندگان عزیز وقت ما رو به پایان هستش من تشکر میکنم مجددا از آقای دکتر خویی که لطف کردن وقت در اختیار ما گذاشتن ما الله در برنامه های دیگه هم در خدمت آقای دکتر و هم در خدمت اساتید دیگه خواهیم بود با این اوضاعی که فعلا آنلاین هستش همه چی خب بدم نیستش شما راحت در منزل میشینید و انشاءالله از برنامه ها استفاده میکنین دعای خیر داریم برای شما و شما دعای خیر بکنید برای ما آی دکتر اگر تکلمه بحثی چیزی هست همه عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت و نیک فرجامی میکنه و خدا نگهدار داره زنده باشید ما برمیگردیم به استدیو در لس آنجلس خدمت آقای ادیبی یا آقای دکتر پارسینیا شب همگیتون بخیر از ما این طرف فعلا خدا حافظ تا انشالله بحث موضوع در واقع رو اینجا داشته باشین یا علی مدد خدا نگه.